زیردریایی‌های جنگی یکی از پیشرفته‌ترین ماشین‌های ساخته دست بشره. قول‌های خاموشی که میتونن تو عمیق‌ترین آب‌ها حرکت کنن، با دقت بالا حمله کنن و بدون هیچ ردی ناپدید بشن. اما اقیانوس وحشی‌تر از این حرفاست. این بلایی که فشار آب بر سر زیردریایی‌ها میاره. تو این ویدیو قراره ببینیم چطور زیردریایی‌ها زیر فشار خرد کننده اقیانوسا مچاله نمیشن، سیستم جنگ الکترونیک اونا چطور کار میکنه و چطور تو عملیاتاشون از ربات‌ها استفاده میکنن. تو این دوتا ویدیو راجع به فناوری‌های جالب به کار رفته تو زیردریایی‌ها توضیح دادیم. از نحوه عملکرد راکتورهای هسته‌ای و پرتاب موشک‌ها تا تولید اکسیژن و نامرئی شدن عجیب غریب اونا. تو این ویدیو بقیه تکنولوژی‌های زیردریایی‌ها رو بررسی می‌کنیم. در حین غواصی و فرو رفتن تو آب، هر چقدر که عمق بیشتر میشه، فشار آب هم زیادتر میشه. به همین دلیل زیردریایی‌ها نمیتونن تو هر عمقی که دوست دارن فعالیت کنن. هر زیردریایی یه عمق براش تعریف میشه به اسم کراش دپس، یه عمق خرد کننده که اگه از اون عمق پایین‌تر بره، فشار آب دریا اونو له میکنه. این همون اتفاقی بود که برای زیردریایی اوشن گیت افتاد. اونا که رفته بودن کشتی تایتانیک رو ببینن، تا عمق 3800 متری پایین رفتن. تو این عمق فشار آب 380 برابر فشار سطح دریاست. برای اینکه این عدد رو بهتر درک کنیم، باید بدونیم که این فشار برابر با اینه که وزن معادل 7000 تن روی بدن انسان فشار بیاره. این وزن معادل وزن 1750 تا فیل آفریقاییه. زیردریایی‌های جنگی معمولاً تو عمق 300 تا 600 متری فعالیت می‌کنن و عمق خرد کننده یا همون کراش دپس برای اونا هم با توجه به مدل اونا بین 700 تا 1000 متره. چیزی که از این زیردریایی‌ها در برابر این فشار زیاد آب محافظت می‌کنه، پرشر هال یا بدنه فشاری زیردریاییه. در واقع تکنولوژی ساخت بدنه زیردریایی مهمترین تکنولوژی اوناست. چون اگه بدنه نتونه این فشارهای زیاد رو تحمل کنه، بقیه فناوری‌ها بی‌فایده‌ن. بدنه از جنس فولاد با استحکام بالا یا آلیاژهای تیتانیومی ساخته میشه که در برابر فشارهای بالا و خوردگی مقاومن. از طرفی شکل بدنه به صورت استوانه‌ای و دو سر اونا هم گرده تا فشار آب به طور یک نواخت روی بدنه پخش بشه و فقط به یه نقطه فشار نیاد یا فشار توی یه نقطه خاص بیشتر از بقیه نقاط نشه. ضخامت این بدنه هم بستگی به عمقی داره که زیردریایی میخواد توش فعالیت کنه. عمق بیشتر یعنی ضخامت بیشتر. برای جوشکاری بخش‌های مختلف بدنه سختگیری‌های خیلی زیادی میشه تا با استفاده از تکنیک‌های دقیق جوشکاری بدنه کاملاً یک نواخت باشه، هیچ نقطه ضعیفی توش نباشه. علاوه بر همه این فناوری‌ها و سختگیری‌ها، از بدنه دوگانه هم استفاده میشه. بدنه داخلی زیردریایی همون بدنه اصلیه که بهش بدنه فشاری هم میگن. بدنه خارجی که بهش بدنه سبک میگن، نقش یه لایه محافظتی رو داره. نقش اون محافظت از بدنه اصلی در برابر برخورد اشیاء معلب تو آبه و از طرفی مانع خوردگی بدنه فشاری هم میشه. البته بدنه سبک به بهبود حرکت زیردریایی و کاهش مقاومت آب هم کمک میکنه. در نهایت بعد از ساخت، زیردریایی رو با آزمایش‌های فشار سختگیرانه تست می‌کنن. یکی از مهمترین بخش‌ها تو نبردهای امروزه جنگ الکترونیکه که به انگلیسی بهش الکترونیک وارفر میگن و به طور مختصر EW بهش میگن. از سیستم‌های جنگ الکترونیک تو بیشتر جنگ افزارهای مدرن از جمله زیردریایی‌ها استفاده میشه. البته جنگ الکترونیک خودش یه ویدیو مخصوص می‌خواد، ولی به عنوان یکی از فناوری‌های زیردریایی‌ها به طور خلاصه تو این ویدیو توضیح می‌دیم. مهمترین بخش جنگ الکترونیک بخش ESM. این سیستم‌ها می‌تونن سیگنال‌های رادار و سایر دستگاه‌های الکترونیکی دشمن رو شناسایی و تحلیل کنند و با کمک اونا موقعیت و حتی نوع تجهیز دشمن رو هم شناسایی کنند. زیردریایی‌ها مجهز به تجهیزات الکترونیک اتک یا حمله الکترونیکی هستند که تو این روش با تولید نویزهای الکترومغناطیسی یا سیگنالهای کاذب
سنسورها و رادارهای دشمن را مختل می‌کنند. علاوه بر اینا، زیر دریایی‌ها یه سری اقدامات متقابل در برابر جنگ الکترونیک دشمن هم دارند. اولین اونا تومه ها هستند. تو این روش زیر دریایی تومه هایی را قرار میده که اثر صوتی یا الکترونیکی شبیه زیر دریایی واقعی دارند. با این روش رادارها و اژدرهای دشمن را گول میزنند. یه وسیله دیگه نوع سازا هستند. اونا صداهایی را تولید میکنند که صدای خود زیر دریایی را پوشش میده و باعث گیج شدن سیستم سونار دشمن میشه. بعضی از زیر دریایی ها سونار یدک کش دارن. سونار یدک کش یه رشته از حسگرهای صوتیه که با یه کابل پشت زیر دریایی کشیده میشه. این سونار چون از زیر دریایی جداست و فاصله زیادی داره، نویزهای خود زیر دریایی مثل سر و صدای موتور روی اون تأثیری نمیذاره و همین دقت اونو خیلی بالا میبره. از طرفی همین فاصله باعث میشه که دشمن نتونه با شناسایی سونار موقعیت دقیق زیر دریایی رو شناسایی کنه. تو این ویدیو در مورد قدرت پنهانکاری زیر دریایی توضیح دادیم. همین قدرت پنهانکاری جزی از جنگ الکترونیک محسوب میشه که مانع شناسایی اونا میشه. یکی از تکنولوژی های جدید و جالب توی زیر دریایی های مدرن استفاده گسترده اونا از ربات ها و تجهیزات زیرآبی بدون سرنشینه. این ربات ها گونه ها و مأموریت های مختلفی دارن. یه مدل اونا که بهش AUV میگن، ربات های کاملا خودمختار هستن که نقشه برداری و شناسایی آب های دشمن و همچنین کشف مین ها رو انجام میدن. مدل بعدی ربات های کنترل از راه دور یا ROV هستن که با اونا تعمیرات زیرآبی رو انجام میدن. گلایدرها هم ربات‌های بی صدایی هستند که از اونا برای مأموریت‌های طولانی مدت و عملیات‌های مخفی استفاده میشه. استفاده از این ربات‌ها باعث میشه که هم نفرات کمتری نیاز باشه و هم جون نفرات حفظ بشه. تو ربات‌های جدید از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دارن استفاده میکنن تا خودمختاری و قدرت تصمیم‌گیری اونا رو بهبود بدن. جدیداً هم روی تکنولوژی ازدحام متمرکز شدن. این فناوری به این شکله که چند تا ربات کوچیک میتونن به طور هماهنگ مأموریت‌های پیچیده یا حملات هماهنگ رو انجام بدن. علاوه بر ربات‌هایی که زیردریایی‌ها ازشون استفاده می‌کنن، تو خود زیردریایی هم خیلی چیزا اتوماتیک شده و دیگه مثل قبل نیست که همه وظایف رو انسان انجام بده. مثلا زیردریایی‌های مدرن سیستم اتوپایلوت دارن. یا سیستم شناسایی هدف، رهگیری و شلیک اونا اکثرا اتوماتیک شده و نیاز به نیروی انسانی خیلی کمی دارند.